امروز انشالله با همدیگه 5 سوال از مباحث مربوط به درس توروماشین ها رو مرور خواهیم کرد. سعی کردم سوالاتی که انتخاب میکنم کمی سوالات متفاوت تری باشند و جنبه های پنهان و اون قسمت هایی که شاید زیاد شد بهش توجه نمیشه، کمتر توجه میشه، اونها رو بیشتر هدف طرح سوال قرار دادم. قسمت اول، سوال اول در مورد ماشین های جابجایی مثبت هست که به خاطر تنوعی که در انواعشون وجود داره، خب نمیشه سوال کلی واسه همشون حل کرد. من خودم در مورد انواعش و نکات تکمیلی ویدیو ضبط کردم، ولی یک پمپ پیستونی رو برای مثال در نظر بگیرید که یک پیستونی است، یک قاعده ای داره و یک سیلندری است با یک قاعده ای که یک پیستونی در داخلش در حال حرکت کردن هست. به این ارتفاع میگن استروک. استروک یعنی کورسش یا بالا پایین. حالا اگه به سمت پایین بره میگن دان استروک، اگه به سمت بالا بره میگن آپ استروک. و این حالا وصل شده به یه مکانیزم مثلا دواری مثل یک میلنگی که داره میچرخه و یه حرکت به این صورت نوسانی ایجاد میکنه. از پایین یه شیر یه طرفه داره، وقتی آپ استروک داره اینو مکش میکنه به سمت داخل، و وقتی دان استروک داره این دفعه این شیر بسته میشه، یه شیر دیگه از اینجا وا میشه و سیال به سمت دیسچارج هدایت میشه. یک پیستون پمپی داریم خلاصه که اون کرنک شفتی که بهش، اون میلنگی که به این متصل شده، 300 RPM در حال دوران هست و تو هر دقیقه 300 بار این اتفاق داون استروک آپ استروک در حال انجام شدن هست. واحد مداری که این پمپ در مقابل اون داره کار میکنه 24 فوت هست و اینجا همون جایی است که میگوییم آیا مدار در عمل کرده پمپ ها تأثیر گذار هست یا نیست، که خب خواهید دید که در بحث توانش که کاملا تأثیر گذار هست، ولی در دبی اگر از لغزش صرف نظر بکنید در آن صورت بله میتونیم بگید که مدار رو دبی تأثیر نداره. ولی خب به هر حال دبی نمایند تابه. من در این مورد خب چون قبلا ویدیو ضبط کردم و لغزش رو در این ماشین ها معرفی کردم، اجازه بدید ازش رد بشیم و در اینجا ما صرف نظر میکنیم. راندمان رو هم 72% در نظر بگیرید، دبی که این پمپاژ میکنه و توان ترمزیش رو به دست بیاره. خب شما اول باید حساب بکنید که حجمی که در داخل این پمپ پیستونی قرار میگیره چقدره، چون بحث ما این بود که پمپ های جابجایی مثبت یه حجمی از سیال گیر میندازن و بعد به سمت خروجی هدایت میکنن. اون حجمی که اینجا در حد گیر میفته و به سمت خروجی حرکت میکنه استوانه است به قطر قاعده 6 اینچ و ارتفاع یا استروک 2.5 اینچ. پس حجم رو حساب میکنم، پی دی 2/4، حواستون باشه که اینچ باید به فوت تبدیل بشه، پی ضرب در 6/12 میشه قطر قاعده به فوت به توان 2/4، این میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع 2.5 تقسیم بر 12 میشود تقریبا 0.04 فوت مکعب. یک چنین حجمی از سیال 300 بار در دقیقه به سمت خروجی هدایت میشه. پس دبی که در نهایت این پمپ خواهد داشت میشه همین مقدار ضرب در 300، چون 300 RPM راوند پر مینیت هست، در نتیجه جواب شما میشه 12.3 فوت مکعب بر دقیقه. حالا شما به ثانیه میخواید تبدیل کنید که خب به جای هر دقیقه 60 ثانیه بذارید. بعد دبی 2.5 فوت مکعب بر دقیقه به دست اومد و توان رو خواستیم. خب توان بلد هستید که گاما کیو اچ هست، گاما 62.4 برای آب داریم مسئله رو حل میکنیم و اینجا هستش که باید دبی رو به فوت مکعب بر ثانیه تبدیل کنیم. در اینجا 12.3 رو من تقسیم بر 60 کردم و البته اچ هدی که این باید در مقابلش هستش 24 هست، در نتیجه 306 فوت پوند بر ثانیه خواهد بود. حالا اسب بخار ترمزی رو از شما خواسته. وقتی میگه اسب بخار ترمزی یعنی اینو باید به اسب بخار تبدیل کنید، یعنی چه به 1550 باید تقسیم بشه. و چون ترمزی رو خواسته در حقیقت اون توانی است که حالا این به موتوری بالاخره وصله و اون میلنگو داره میچرخونه، اون موتور چه مقدار توان داره که تلفات باید لحاظ بشه. چون به شما راندمان رو اینجا داده 72 صدم، در اینجا این 306 رو وقتی به 550 تقسیم کردید که اسب بخار بشه، یه دونم 72 صدم تقسیم میکنید و 77 صدم اسب بخار مقدار توان ترمزی یک چنین پمپ پیستونی به دست خواهد آمد. سوال دوم در مورد MPSH هست و بحث عدد بی بعدی که در
MPSH مطرح میشه، گفته شده که یک پمپ آب دارم 280 درجه فارنهایت کار میکنیم برای اینکه شما فشار بخار رو برید از جداول عدد خانی کنید، و دبی 900 جی پی ام گالون پر مینیت هست و در دور 2500 آر پی ام داره کار میکنه، فشار ورودی 13 پی اس آی و فشار بخار در اون دما 7.5 پی اس آی هست و سرعت ورودی هم 22 فوت پر سکند، فوت پر سکند یا فیت پر سکند. و در این حال این لبه حالتی است که کاویتاسیون در حال در این پمپ، در پمپ شماره 1 اسم اینو داریم می‌ذاریم، این شرایطی که الان با هم دیگه بحث کردیم، اگه فشار ورودی این باشه، سرعت این باشه و الی آخر، کاویتاسیون دیگه در این لبه مرزی است که رخ می‌ده. حالا یک پمپ دیگری ساخته شده است که دورش 1100 آر پی ام، یعنی یکی اگر در 2500 آر پی ام کار می‌کنه، پمپ دوم در 1100 آر پی ام کار می‌کنه و همچنین ابعاد پمپ دوم 4 برابر پمپ اولی است. در اون صورت گفته شده که MPSH این پمپ جدیدی که بزرگتره و در دور پایینتری داره ازش کار داره میکنه، MPSH این چقدر؟ خب اینجا یک عبارت دیگه شده، این مسئله اول پمپ اول به شما MPSH پمپ ها به شکل مستقیم نداده، با یک سری داده های دیگری داده که شما با MPSH فرمولش رو بلدی جاگذاری خواهید کرد و MPSH پمپ اول به دست میاد. حالا سوال اینه که این یه قسمت حله، قسمت دوم اینه که حالا یه پمپ دیگری دارم که ابعادش فرق داره، دورش فرق داره، MPSH اون اولی با MPSH دومی چه رابطه‌ای داره؟ اینجا مفهوم تشابه و یه جورای آنالیز ابعادی و اینکه اعداد بیبود باید بین اینها مشترک باشن مطرح میشه. سوال اینه که اعداد بیبود مرتبط با کاویتاسیون چیه؟ خب شاید اینو کمتر بهش پرداخته میشه، ولی من اسمش رو گذاشتم MPSH star، شکل عدد بیبود. دو جور MPSH رو بیبود میکنم، چون از جنس هده، MPSH دیگه هد هست، متر واحدش، در اون اگه من اینو به هد ماشین تقسیم بکنم یک عددی به نام عدد توما به دست میاد که من تو ویدیو اینا راجع به صحبت کردم، تو دینای آبی شاید بیشتر ازش استفاده بشه. ولیش نوع دیگر بیبود سازی اینه که همون جوری که هد رو شما بیبود کردید، MPSH هم همون جوری بیبود کرد، چون این هر جفتشون یه جنس هم به لحاظ ابعادی و دیمانسیون یکی هستن. یادتون بیاد ما ضریب بار یا ضریب هد رو تعریف میکردیم، H تقسیم بر یودوجیوم، یکی از گروه های بیبود. MPSH هم همون یه چیزی از جنس هد دیگه، لنگسه. در نتیجه MPSH تقسیم بر یودوجیوم یک گروه بیبود خواهد بود که بین ماشین های هم کلاس هم تیپ باید یکسان باشه. من اسمش رو گذاشتم MPSH star، شکل بیبود MPSH. نتیجه میگیرم که خب شتاب جاذبه که یکسان هست، MPSH ماشین دوم تقسیم بر MPSH، این پکیج باید ثابت باشه دیگه. حالا MPSH یکم ببرید اون زیر، MPSH ماشین دو تقسیم بر MPSH ماشین یک و شتاب جاذبه هم ساده بشه، برابر خواهد با U2 به U1 به توان دو، که حالا MPSH یک رو بیارید این بر و U2 هم که میشه همون تو حاصل ضرب شعاع در دور دیگه. ما اینجا شعاعمون عوض شده و دورمون عوض شده و میتونم به راحتی به شرط اینکه MPSH یک رو داشته باشم، MPSH ماشین دوم رو هم به دست بیارم. خب حالا MPSH ماشین اول چیه؟ با شما میگویید هست PI منهای PV تقسیم بر گاما، این دیگه فرمولش هست دیگه، بعد آقی VI به توان دو دو جیوم. خب فشار ورودی 13 PSI داده شده، پس 13 ضرب در 144 خواهد شد. فشار بخار 7.5 PSI که 7.5 هم ضرب در 144 بشه میشه تقسیم بر گاما. حالا گاما 62.4 میتونید بگیرید، توی این مسئله من گاما رو 60.6 گرفتم، خب حالا میتونه چگالی با دما کمی بالا پایین بشه. به علاوه سرعت ورودی که داده شده بود، سرعت ورودی 22 فوت پر سکند واحد اولی است و به توان 2 تقسیم بر 2 ضرب در 32.2. دوستان 9.8 نذارید اینا، تو مسائل خیلی اشتباهات پیش میاد، که در نهایت MPSH یک من و این به MPSH پمپ اول من با توجه به داده هایی که در شرایطی که لبه رخداد کاویتاسیون باشه 20.49 فوت داده شد. حالا اگر این 20.49 فوت برای پمپ یک باشه، برای پمپ دو چقدر میشه؟ خب میگه MPSH دو، پمپ دو هست اولی ضرب در توان دوی یوها، نسبت در حقیقت یوها. این صورت برای حالت ثانوی است که دورش 1100 بود و 4 برابر بزرگتر بود. این مخرج برای اولی است که 2500 آر پی ام بود و فقط 1 بود دیگه. حالا اون 4 برابره و دورش، حالا یا یه جور دیگه میشه گفت، میشه گفتش که چای ابعاد 4 برابر بشه، یه وقت هم هست دور تقریبا
نصف شده دیگه، مثلا 2500 اگه نصف کنه کدوم اینا غالبه؟ اصلا به لحاظ حس فیزیکی هر چقدر ام پی اس اچ پمپ بیشتر باشه خوبه یا کمتر؟ که من تو ویدیو اشاره کردم که ام پی اس اچ، به این ام پی اس اچ میگیم ام پی اس اچ ریکوایرد، مثل که انسانی که گشنش غذا میخواید بدید، این هر چقدر ام پی اس اچ بیشتر باشه بحث خطر رخ داده کاویتاسیون شدیدتره، چون این مقدار ریکوایرد بیشتری میخواد دیگه. اون مثال سفری که زدم و اینا تو ویدیو دیگه ارجاع میدم شما رو اونجا. ولی الان اتفاقی که افتاده اینه که اول 20 تقریبا 20 خورده ای بود، تبدیل شد به 63 و خورده ای 63، یعنی الان ام پی اس اچ پمپ شما تقریبا 3 برابر گشنه تر شد و شما باید مدار شما به گونه ای باشه که در ورودی پمپ مقدار ام پی اس اچ ریکوارد بیشتری تعمیم بکنه و خب این خطر رخ داده کاویتاسیون بیشتر میکنه. در حالا چرا اینجوری شد؟ ناگهان وقتی من دو اصلا دیده دیگه، هر چقدر دور ماشین کمتر باشه خطر رخ داده کاویتاسیون چطوری تره؟ و هر چقدر دور بیشتر میشه سرعت بیشتر میشه، فشار افت بیشتر میکنه، رخ داده کاویتاسیون بدتر میشه، خطرناکتر میشه. در نتیجه ناگهان 2500 تو مخرجه، یعنی الان من وقتی دور ماشین رو کمش کردم باید، اگر که فرض کنید ابعاد ماشین تغییر نمیکرد، در اون صورت فقط دور ماشین اگر کاهش پیدا میکرد ام پی اس اچ پمپ در حالت ثانویه کمتر میشد، یا تقریبا اگر نصف کردیم 1/4 میشد. ماشینی که بزرگتره با توان دو هر جفتش این 4 برابر بزرگتر شده، در صورتی که این تقریبا نصف شده. و اگه اینا رو با هم دیگه قاطی کنید در نهایت میبینید که ام پی اس اچ مورد نیاز پمپ ما، پمپ ثانویه، برای اینکه کاویتاسیون درش رخ نده عدد بزرگتری به دست آمده است. خب مسئله شماره 3 رو نگاه کنیم. یک توربین آبی داریم، دورش 1139 RPM هست. خب این دور پایین تری داره در قیاس با برای مثال 2500 RPM که تو پمپ ها بود کمتر هست، و البته در پمپ های جا به جای مثبت هم ما دور پایینی داریم. من اینها رو اشاره کردم که ببینید اینا تقریبا 300 RPM هست و راندمانش 91%، هدش یا ارتفاع ریزش 1200 فوت. تاکید میکنم به سیستم های انگلیسی و مهندسی که اینها خیلی پرکاربرد هستن در مباحث توربو ماشین ها، و این فوت و اینها رو دیگه باید بلد باشید شما. و دبی که از توربین رد میشه 1660 فوت مکعب بر ثانیه. حالا فوت مکعب تقریبا فوت میشه 30 سانتی، یه مکعب به ضلع 30 سانت در نظر بگیرید، 1660 از اینا تو هر ثانیه از داخل این توربین من داره رد میشه. NSش 5.4 هست، NSی که بر حسب توان و هد تعریف شده، چون تو توربین ها همونجور که عرض کردم عادت داریم که از توان و هد استفاده میکنیم، از دبی استفاده نمیکنیم. و مضاف بر این توان بر حسب اسب بخار و مقدار توان بر حسب اسب بخار، مقدار دور بر حسب RPM و مقدار هد بر حسب فوت. این چون NS اون شکلی که معمولا رایج هست در صنعت از نوع بدون بودش استفاده نمیشه، در نتیجه وقتی شما میگی NS من فلان قده، اولا باید بگید بر اساس توان تعریف شده یا بر اساس دبی که در توربین ها معمولا بر اساس توان هست، و مضاف باید بگید واحد اینایی که استفاده شده چی هست که من اینجا عرض کنم بر اساس اسب بخار RPM و فوت. گفته شده برای یک چنین مجموعه ای چند عدد از این توربین ها باید استفاده بشود. خب شما اول شروع میکنین اسب بخارش رو حساب میکنید، چون در این رابطه ای که NS هست بر اساس اسب بخار داده شده، شما باید بر اساس اسب بخار استفاده کنید و بلد هستید که گاما QH ضرب در راندمان اگر بشه مقدار اسب بخار از توان خروجی این نیروگاه حاصل خواهد شد، دبی فلانقدر، گاما هم که برای آب هست و هدم که مشخصه داده شده 1200 ارتفاع ریزش، یه دبی همشه یه گامایی، و البته 91% از این فقط به عنوان توان خروجی تولید خواهد شد که 550 هم تقسیم شده یه چیزی تو مایه های 206000. حالا من گردش کردم اسب بخار مقدار توان خروجی نیروگاهی است که در صورت سوال به شما داده شد. حالا سوال ما این هستش که من چند تا از این توربین باید استفاده بکنم. توربین من NSش 54 هست، در نتیجه باید بیام با توجه به فرمول NS که NS رو دادم، این RPM هم هست که 139 RPM هست اینجا،
و این داخل پرانتز توان هست به توان یک دوم و مخرج هد به توان پنج چهارم. من دو مرحله رو با هم ادغام کردم اینجا نوشتم. شما مرحله اول میتونید داخل پرانتز رو حساب کنید، ببینید اگر یک عدد از این توربین با سرعت مخصوص فلانقدر در دور فلانقدر و با ارتفاع ریزش 1200 استفاده بشه چه توانی خواهد داشت. اول از این رابطه توان بکشید بیرون و بعد ببینید اون توانی که به دست آوردید چه کسری از این توان کلی است که باید تولید بشه. مثلا من اینجا اتفاقا اینا رو ادغام کردم، اینجا نوشتم 26000 تقسیم بر x، این x میشه اون تعدادی که لازم هست تا در حقیقت من اینا رو قرار بدم کنار هم و از یک چنین توربینی با این NS استفاده بکنم که جواب اگه اینو شما به دست بیارید خواهید این عددی که اینجا به دست آوردید تقریبا یک سوم اون توان مد نظر نیروگاه شما هست. پس باید این توان رو به سه قسمت تقسیم کنید، از سه تا توربین استفاده بکنید که NSشون دورشون و ارتفاع ریزش بدین شکل هست و دبی هم که داده شده و در نهایت این چند معادل چنبه این پازلی که در جلوی روی شماست تکمیل بشه. مسئله شماره چهار مسئله ایست که به یک توربین دوباره میپردازه، به یک توربین آبی. گفته شده که نارمه در مورد شکل توربین های آبی و اینا خیلی صحبت کردن، یک سری ویکت گیت ها اینا دارن. این ویکت گیت ها میتونن زاویه سیار در ورودی رو نسبت به راستای شعاعی تغییر ایجاد بکنن درشون. دیگه اینو شما ارجاع میدم به همون ویدیوهایی که درش زد. این ویکت گیتی که در قبل از اینکه سیال وارد لابلای بلیت های رانر بشود یه فضایی وجود داره که خروجی ویکت گیته و ورودی به رانره و عبارت دیگه سیالی که از ویکت گیت خارج میشه که شماره یک گذاشتن میاد و وارد رانر میشه. این فضای بین این جاییست که هنوز رانر آغاز نشده، در نتیجه هیچ گونه گشتاوری در اونجا از سیال بین رانر و سیال جا به جا نمیشه و سیالی که از اینجا پرت میشه از دریچه ویکت به سمت بیرون پرت میشه، به سمت داخل در حقیقت توربین پرت میشه با فرض اینکه هیچ گونه تبادل گشتاوری با رانر نداره، که خب نداره طبیعتا چون هنوز رانر آغاز نشده، روی یک مسیر حرکت میکنه که این مسیر کاملا مشابه با همون چیزی است که ما در دیفیوزر بحث کردیم. من برای اینکه مسئله رو بتونین حل کنی شاید به نظر برسه مسئله توربینه، ولی در راه حل مسئله در قسمت مربوط به دیفیوزر در پمپ ها نهفته است و همین اون روابطی که من اونجا نوشتم و درایف کردم و اینها اونها رو اگر مسلط باشی در نهایت یک رابطه ما به دست آوردیم دیگه که مقدار CU در R ثابت است، مقدار حاصل ضرب CU در R مقدار ثابتی باقی میمانه. این چیزی بود که ما به دست آوردیم. حالا سلام مقدمی عرض کردن، گفته شده که سیاری از خروجی ویکت با سرعت 4.205 متر بر ثانیه با زاویه 45 درجه نسبت به راستای شعاعی، راستای رادیال مین، با زاویه 45 درجه نسبت به اون رها شده به داخل اون فضایی که قبل از رانر هست و شعاع نقطه 1 که اینجا هست 1.5 متر و شعاع نقطه 2 که داخل تر هست 45 صدم متر هست. گفته هد این توربین چیه؟ هد به نظر خیلی سوال سختی میاد ولی همین دو خط بیشتر نیست. شما باید ذهنتون اول دسته‌بندی کنید. اول اصلا هد رو من بخوام به دست بیارم چجوری باید به دست بیارم؟ خب شما با توجه به رابطه اویلر در تورو ماشین ها مقدار هد برابر است با یک جیوم اختلاف UCU از ورودی به توربین تا خروجی. خروجی در اینجا خب داده نشد ولی در صورت سوال داره به شما میگه که خروجی به صورت رادیال هست و مؤلفه C در راستای یوسف یه مثلث صورت هم نمیکشیم، قائم الزاویه است در خروجی. در نتیجه من اینجا میتونم صفر بذارم. پس اون چیزی که باعث میشه هد ماشین رو من بتونم حساب کنم، هد این توربین رو، چه داو جاذبه که دارم، یو هم که خب دارم، حالا دورش رو داده به شما و آیا به هر حال 240 RPM هست، دور ماشین 240 RPM و شعاع هم که معلومه و هر سوال شما در ورودی به رانر که اینجا باشه مقدار یو رو داره. سی یو اگر در اینجا مشخص باشد من میتوانم به راحتی هد ماشین رو حساب بکنم. حالا یه سوال بعدی اینه که من چطوری میتونم سی یو در اینجا رو حساب کنم؟ خب به شما در ورودی مقدار سرعت رو داده و حالا این میتونم اینو با سی بنویسم برای اینکه فرمولاسیونمون درست در بیاد.
سی رو داده و از زاویه‌اش هم با راستای شعاعی داده، خب 45 درجه کسینوس 45 درجه رو اگر شما به این ضرب بکنیم میشه سی یو در اینجا، ولی برای اینکه من هدو حساب کنم باید سی یو در اینجا رو داشته باشه. حالا رابطه بین سی یو در این دو نقطه چیست؟ اینجا همون چیزی است که متصل میشیم به آن روابطی که در دیفیوزر به دست آوردیم و اونجا اثبات کردیم که حاصل ضرب سی یو در آر باید ثابت بمونه و سی یو یک آر یک مساوی سی یو دو آر دو. مسئله بسته شد. میتونیم شروع کنیم به نوشتن. خب این برابری رو که داریم اثبات این رابطه رو همونجوری که عرض کردم در قسمت دیفیوزر میتونیم پیدا کنیم، ویدیوی مربوط به دیفیوزر. خب سی یو یک که میشه سی ورودی ضرب در کوسینوس 45 این کلش میشه سی یو یک. یک منظورم دریچه خروجی ویکت گیت. آر یک هم که 1.5 متر، این هم که شعاع یک هست، مساوی خواهد شد با سی یو دو در شعاع نقطه دو که شعاع نقطه دو 0.45 هست. یا ضرب تقسیم بکنید سی یو دو رو به دست خواهید آورد 9.44 متر بر ثانیه. بریم سراغ رابطه اویلر. شتاب جاذبه کار ندارم. یو سی یو دو، این دو منظورم در حد ورودی به رانر هست، مقدار یو که میشه 9.44 و یو رو باید به دست بیاریم که یو میشه حاصل ضرب این آر پی ام 240 آر پی ام ضرب در 2.60 باید بشه و این میشه در حقیقت سرعت زاویه ضرب در آر، آر اومگاست دیگه. آرمون هم که 0.45 بود دیگه، آر بله 0.45 بود. از اینجا 11.3 متر بر ثانیه سرعت محیطی به دست میاد و در این رابطه شما در حقیقت 11.3 هم اگر جاگذاری بکنید به جای یو در نهایت ارتفاع ریزش یک چنین توربینی 10.9 تقریبا 11 متر به دست خواهد اومد. البته حواستون باشه در رابطه اویلر اگر ماشین من از نوع محوری باشه باید از یو متوسط استفاده کنم، یو مین استفاده بکنم، یا سرعت محیطی رو در بهش میگفتیم مین لاین انالیسیس. تو توربین کاپلان اگر به ویدیوش مراجعه کنید این هست، تو ماشین های محوری کلا ویدیوهاشو ببینید میبینید. همچنین یویی که میبینید من در بیرون در حقیقت قرار دادم، ولی اگه ماشینم محوری باشه اون وقت باید شعاع ریشه هم داشته باشم، شعاع بیرونی هم داشته باشم، در اون وسط یو ام به رابطه اولر رو بنویسم که حالا دیگه ما فرضمون این بوده که اینگونه نباشه و همون در آر اومگا خودمون نوشتیم و رفتیم جلو. و مسئله شماره 5، یک توربین داریم مجددا که NS-اش 25 هست. مجددا NS-ی که بر اساس اسب بخار و هد تعریف شده، اسب بخار که خب اسب بخار واحدش RPM هم که دور هد هم فوت و گفته شده است که توان خروجی نیروگاه 4180 اسب بخار و هد 245 فوت ارتفاع ریزش و فرکانس برق شبکه 50 هرتز است. شما بگوید تعداد قطب هایی که باید در جنراتور استفاده بشه چند تا باید باشه. بحث سینکرونایز کردن توربین و جنراتور هست. خب شروع میکنیم NS رو به شما داده طبیعتاً دیگه. من برای اینکه بتونم تعداد قطب ها رو پیدا کنم، خب رابطه شو از درس مبانی مهندسی برق یا ماشین های الکتریکی بلدید که میشه فرکانس برق شبکه که 50 هرتز ضرب در 120 تقسیم بر تعداد قطب ها میشه دور ماشین. مثلا این دور ماشین رو داشته باشم بذارم تو مخرج، تعداد قطب ها به دست میاد که میشه 6000 دیگه. 50 ضرب در 120 6000 تقسیم بر دور ماشین تعداد قطب میشه. مثلا سوال اصلی در حقیقت این بوده که دور ماشین چی باید باشه. خب شما نگاه میکنید میگه سرعت مخصوص رو داده به من دیگه 25 هست. NS میشه NP به توان 1/2، H به توان 5/4. NS برابر با 25 هست، دور ماشین مجهول مسئله من هست و هد رو داده 245 به توان 5/4 و اسب بخار نیروگاه 4180 به توان 1/2. باید یه دونه بیشتر از این توربین استفاده نشده. در نتیجه فقط یکی از این توربین استفاده شده. اینو شما بذارید اونجا به محاسبه خواهش 375 RPM مقدار دور این ماشین خواهد بود که اگر 6000 رو به 375 تقسیم بکنید تعداد قطب های لازم در جنراتور 16 به دست خواهد بود.